نظرت هم بیشتر در مورد اون قسمت از دین هست که به همون قسمت احکام ما اونها رو می‌نامیم که ای لطفاً بلندتر صحبت کنید، ببخشید منو جان. خواهش میکنم. همون قسمت احکام فردی و اجتماعی هست که خب دین همچنان انعطاف پذیر هم نیست تو این زمینه برای گفتگو با دیگر منابع دانش بشری و قطعیت خاصی که نظریه خودش داره و خیلی ها باور به دین رو به این میدونن که شما تمام موارد رو مو به مو اجرا کنید و به قول معروف به اندازه شهری به خطا ندید. بعد میخواستم این رو ببینم که برای دیندار بودن چجوری ما میتونیم به اینا تلفیق ایجاد بکنیم، یعنی چجوری میشه هم دیندار بود هم مباحث و نظرات علمی رو اجرا کرد و عمل کرد بهش، یا اینکه اصلا در دنیای جدید اصلا نیازی به دین هست یا اگر هست چه جنبه‌ای از دین به درد زندگی ما در این دهن میخوره؟ نه ببینید، اون قسمت دوم یه ذره بحث دیگری، شاید یه وقت دیگه با تش بید، ولی بذارید الان با هم خیلی راحت و صمیمانه و صادقانه صحبت کنیم. بیاد نگاه کنیم ببینیم که فرض بفرمایید تفکر علمی رو یا نگاه علمی رو یا نگاه علمی ارزشی فلسفی رو اگر بخواید بیان میکنه که انسان ها با هم برابرند، نه تنها برابرند یکسانند. این انسان برابر و یکسان از طریق پذیرفتن این برابری و یکسانی و رعایت یه اصول اخلاقی، این اصول اخلاقی هم عدالت است و انصاف، محبت است و عشق، رهایی است و آزادی، واقعیت است و حقیقت و حرمت است و حیثیت، این پنج تا اصل اخلاقی دنیای علم و جهانبینی انسانی، یعنی چون الان شما اومدید راجع به انسانی که به علم نگاه میکنه میاد برابری انسان رو میپذیره، بنابراین تفاوتی میانه نژادها نمیذاره که یکی سیاه یکی سفیده، تفاوتی میان زن و مرد نمیگذاره و تفاوتی میان سن نمیذاره که 3 سالش یکی 30 سالش، چون اینا فیزیکیه، یعنی سن و نژاد و زن و مردی فیزیکیه. بعد تا پا رو فراتر میذاره میگه نظام باورها و اعتقادات شما نباید مبنای تفاوت شما باشه، اینکه شما مؤمنید یا منکرید بر اساس باورهای من اصلا معنایی نداره، ولی حداقل برید سراغ اون سه و این رو به عنوان اصل میپذیره. حالا اینی که پذیرفت ازش چند تا نتیجه میگیره. نتیجه اولی که میگیره اینه که بردگی نمیشه داشت، کسی نمیتونه برده کسی باشه، کسی مالک کسی نیست، انسان خودش همیشه هدفه و بنابراین هیچ وقت وسیله نمیتونه باشه، هرگز نمیشه او رو به پای هیچ بتی و معبدی قربانی کرد و در این حال شیء هم نیست، کامادیتی و گودز نیست، کالا نیست، بلکه شخص انسانه و هویت و حرمتش همیشه باید پذیرفته بشه به عنوان یه است و بنابراین همطور که من کنفرانسی دارم راجع به حقوق بشره، یعنی حقوقی که تفکیک ناپذیره، انفکاک ناپذیره، با این آدم هست و با انسان هست، نمیتونه ازش جدا بشه. پس بردگی در کار نیست، همطور که ماده فکر میکنم 4 اعلامی و بشر میگه احدی را نمیتونه در بردگی نگاه داشت. خب شما نگاه کنید به ادیان، میبینید بردگی رو پذیرفتن، درست تشویق و تحریک نکردن ولی بردگی رو داشتن به صورت کنیز و غرام و با برنامه. دوم میریم سراغ موضوع مهمتر از اون، زن و مرد. تو دنیای امروز مطالعات علمی نشون میده زن و مرد با هم متفاوت هستند اما تمایز دارن، اما ممتاز نیستن و تازه اگر یه ملاکایی مثل حس و احساس و حتی عقل و هوش رو بگیریم دخترها جلوتر از پسر، زنها جلوتر از مرد. علتش هم اون تستوسترونی که در 7 هفتگی به سر مرد میخوره در شکم مادر و به همش میرزه، اونجا اون تفاوت شروع میشه، یعنی ریشه هاش هم میدونه. پس بنابراین تفاوتی نیست، یا تفاوتی هست تمایزی هست امتیازی نیست و بعدم صلاح و اخلاقی و انسانی است که زن و مرد رو ما برابر بدیم. خب یه همچین چیزی هم شما اینجا نمیبینید. نتیجه ترکیب اینا یه نظام اجتماعی رو درست میکنه، یا برابری زن و مرد مسئله خانواده رو به وجود میاره و مسئله حقی که زن و مرد در تشکیل این خانواده دارن و آزادی که دارن در دوران زندگی زناشویی و اگر به جدایی بیانجامه. اینی که مثلا ماده 16 اعلام حقوق بشر چه میگه؟ هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نژاد، تابعیت، ملیت، مذهب،
با هم ازدواج کنن و در تمام مدت زناشویی و حق انحلال یعنی طلاق هر دو دارای حقوق مساویه. خب ما به اینجا رسیدیم، یعنی شما اون خب شما در ادیان این رو نمیبینید، شما برابری زن و مرد رو نمیبینید، هیچ دنبال توضیح و توجیه عجیب و غریب هم نرید و نمیبینید، با شعار هم مسئله رو نمیشه حل کرد. این نه تنها به عنوان یه باوره، یه جهان بینی و فلسفه است، یه باوره، بعدن اومده تو قوانین و خودشو کاملا در قوانین و حقوق نشون میده. حالا اگر شما اومدید اصالت علم رو و اصالت عقل رو و به نظر من اصالت اخلاق رو پذیرفتید، شما میپذیرید بردگی به هر شکل و فرمش ممنوعه و بد است و غلط، و میپذیرید برابری زن و مرد شرط اصلی و اساسی سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی هم زن هم مرد، و این خانواده است و فقط این خانواده است که میتونه عشق تولید کنه و عشق رو نگه داره و آدم سالم خوشبخت رو بار بیاره. همه مطالعات این رو نشون میده. حالا اگر شما میخواید همچنان بر باور و اعتقادتون بمونید، اون انتخاب شماست، و بعدش هم این رو با تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب درست نکنید، نگاه کنید به آنچه واقعیته و به آنچه که تاریخه. یعنی وقتی که نه یه میلیون بار، صد میلیون بار، نه تا صد میلیون بار، ده بیلیون بار در یه حادثه اتفاق میفته، شما نمیتونید با تفسیر و تعبیر یه دفعه بگید نخه زن و مرد مثلا مساویان چون خدا دوستشون داره. نه، به قوانین و مقررات نگاه کنید. این در بقیه موارد هم هست. وقتی شما وارد مباحث خلقت میشید که چگونه خلقت شکل و فرم گرفته، روزی که شما حتی مطمئن نید و دیگه تردید نیست که 65 میلیون سال قبل یکی از این سنگهای آسمانی به زمین خورده و همه موجودات روی کره زمین رو از میان برده غیر از اونایی که تونستن، و نوع زندگیشون طور بوده که به درون بخزن و بعدن بیان، و حیاتی که 65 میلیون سال قبل به دلیل خوردن اون سنگ و تاریک شدن و سرمای وحشتناک همه چیز رو نابود کرده دوباره شکل و فرم گرفته، شما نمیتونید این رو توی چارچوب 6000 ساله درستش کنید و هیچ جایی هم برای این موضوع نداره.